صفه الصلاه. المسلم قبل ان ياتي للصلاه ياتي بشروط الصلاه وقد تقدم معنا. روش نماز، مسلمان برای ادای نماز قبل از اینکه وارد نماز بشه شروط نماز رو رعایت میکنه که توضیحات لازم در این رابطه داده شده. نعم، قلنا يصلي الى ستره الافضل وسنه مؤكده ان يصلي الانسان الى ستره. همچنان که گفتیم برتر هست و افضل هست که انسان در برابر چیزی یا پشت چیزی که سره نامیده میشه نزدیک به دیوار یا چیزی شبیه اون نماز بخونه تا کسی از مقابل نماز او رد نشه. نعم، القيام يكون وضع الرجلين على استقامة البدن. قیام یا ایستادن بدین شکل که انسان به اندازه قرار گرفتن و برابر شدن بدن خودش پاهاش رو باز بکنه و روی پاهای خودش بیسته. فلا افتح الرجلین هكذا. بنابراین پاهای خودش رو زیاد باز نمی‌کنه. ولا يضم هكذا. و یا پاها رو به هم نمی‌چسبونه. او يضع الرجلين مفتوحه هكذا. یا پاهاش رو بدین شکل باز نگه نمی‌داره. او يضمها للاخير هكذا. یا اینطور نیست که از طرف انگشت‌ها پاها رو به هم نزدیک بکنه. يضع عليها على استقامه البدن. بلکه اون رو به عنوان ستون و به شکلی که بدنش بر روی اونها قرار بگیره به طور راست و مستقیم قرار میده. النظر دائما يكون الى موضع السجود، يعني لا يلتفت في صلاته ولا يرفع بصره للسماء. در نماز نگاه خودش رو به این طرف اون طرف نمیندازه و نه اینکه به چپ و راست نگاه بکنه و یا به بالا نگاه بکنه. نعم، يكبر تكبيره الاحرام مضمومه الاصابع. به شکلی که مشاهده میکنید تکبیرت الاحرام رو میگه و انگشتان دستش در کنار هم قرار میگیره. حذو الاذنین او حذو المنکبین. و میتونه دست خودش رو به اندازه در برابر نرمه گوش خودش تا اونجا بالا ببره و یا به اندازه دو طرف شانه خودش. لا يفرج. انگشتان خودش رو باز نمیکنه. ولا يمس حمه الاذنین. و لازم نیست که نرمی گوش خودش رو با انگشت شست لمس بکنه. نعم. ثم يضع هكذا على صدري وضع. و کیفیت بستن دست به شکلی است مشاهده میفرمایید. او قبض يقبض هكذا. یا بدین شکل دست راست خودش رو بر بالای دست چپ میذاره و مش دست چپ رو میگیره. على صدري. و بر روی سینه خودش قرار میده. یعنی لا يصلي هكذا دون با دست باز نماز نمیخونه. او لا يضع على قلبه. یا دست خودش رو بر روی قلب خودش نمیبنده. او يضعون على نحره. یا بر روی بالای سینه خودش نمیبنده دستش. او على خاصرته مثلا. یا بر پهلو خودش نمیبنده و بر کمر خودش. نعم، الان يقول دعاء الاستفتاح سنه استحبابا. بعد از گفتن الله اکبر دعای ابتدای نماز رو که بهش دعای استفتاح گفته میشه این دعا رو میخونه. ثم يستعيذ ويبسمل. سپس اعوذ بالله میگه، بسم الله میگه. ثم يقرا الفاتحه كامله ولا بد. و سپس سوره فاتحه رو میخونه و حتما باید سوره فاتحه رو بخونه. ثم يؤمن يقول امين. و بعد از خوندن سوره فاتحه آمین میگه. ويستحب له ان يقرا ايه فاكثر او سوره مما تيسر من القران. و برای او مستحب هست که چیزی از قرآن کریم رو بخونه، یک آیه یا بیشتر. ثم يكبر الله اكبر حذو الاذنين المنكبين ويركع. و سپس به روشی که گفتیم بر دستان خودش رو تا بالای مقابل نرمه گوش خودش یا شانه های خودش بالا میبره و تکبیر میگه، الله اکبر میگه. يقبض على ركبتين. و زانوان خودش رو، زانوهای خودش رو میگیره و به رکوع میره در حالت رکوع. يجعل الساق هكذا ممدوده لا يثنيها. دستان خودش رو کشیده نگه می‌داره و جمع نمی‌کنه. و اجعل الظهر على استقامه واحده مع الراس. و در حالت رکوع پشتش و سرش برابر قرار می‌گیره. یعنی لا يطعطع الراس هكذا. اینطور نباشه که سر خودش رو بدین شکل پایین نگه داره. ولا يرفع الراس. یا سر خودش رو بالا نگه داره. ولا يثني المرفقين هنا. و یا اینکه دستان خودش رو از آرنج جمع بکنه. ولا يضع اليدين هنا مثلا او يضع اليدين على خفا. یا دست خودش رو با پایین زانو و یا بر رانهای خودش قرار بده. يقول سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا واستحبا يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. و واجب هست که حداقل یک بار در رکوع سبحان ربی العظیم بگه و بیشتر از اون سنت و مستحب هست و اوراد و کلماتی رو که در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام وارد شده رو بر زبان بیاره. ثم بین الرکوع والرفع يرفع يديه يقول سمع الله لمن حمده. و سپس بعد از رکوع
به قیام کوتاهی میکنه و دستان خودش رو بلند میکنه و میگه سمع الله لمن حمده. و هنا اذا استقام يقول ربنا ولك الحمد. و وقتی که در این حالت که به قیام میره و این سمع الله لمن حمده رو میگه، وقتی که قائم شد و کاملا ایستاد میگه ربنا ولك الحمد. بعض الناس يخطئ، يعني هذا راكع عندما يرفع هنا يقول سمع الله لمن حمده، هذا خطا. برخی از مردم این اشتباه رو مرتکب میشن که بعد از اینکه از رکوع برخاستند و کاملا ایستاده شدن اونجا میگن سمع الله لمن حمده، این اشتباه هست. نعم. ثم يسجد على الاعضاء السبعه. و سپس بر اندام هفتگانه سجده میکنه. يجعل اليدين مضمومه الاصابع متجهه بين القبله حد والاذنين والمنكبين. و دستان خودش رو به شکلی که مشاهده میکنید انگشتان خودش رو میبنده، رو به قبله هست و در برابر گوش و شانه خودش قرار میده. و باطن اصابع الرجلين على الارض. و همچنین لازم هست که انگشتان پا نیز بر زمین باشه. و یباعد بین اشیاء ثلاثه، واحد الفخذ والساق والفخذ والبطن وهنا. و لازم هست که بین زانو و ران او فاصله باشه و پشت پای او و ران او از پشت با هم به هم پیوسته و متصل نباشه، همچنین بین ران او و شکم او فاصله باشه و همچنین بین دست او و بغل او فاصله باشه. یعنی لا ينضم هكذا يسجد. به شکلی که مشاهده میکنید سجده نمیکنه و اندام رو سه اندامی رو که گفتیم به هم نمیچسبونه. ولا يبالغ حتى يكون مثلا كالنائم هكذا. و حد در حالت سجده مبالغه نمیکنه که انگار دراز کشیده هست به شکل. و بعض الناس يضع هكذا رجلين، هذا خطا. و برخی از مردم انگشتان پای خودشون رو به شکلی قرار میدن که مشاهده میکنید و این اشتباه هست. نعم هكذا كل اخطاء. همه اینها اشتباهاتی هست که بعضی از مردم در حالت سجده مرتکب میشن و باید انگشتان به شکلی باشه که مشاهده میکنه. يضع المرفقين على الارض خطا. یا این اشتباه رو هم مرتکب میشن که دستان خودشون رو ساعد دست رو بر روی زمین قرار میدن. او يرفع الانف على الارض. یا اینکه بینی خودشون رو از زمین جدا میکنن. نعم. ثم بعد هذا يجلس هذه جلسات الصلاه كلها لابد ان ينصب اليمنى ويجعل باطن اصابع اليمنى على الارض ويفرش اليسرى ويجلس عليها. و روش نشستن در نماز به گونه‌ای هست که مشاهده میکنید که پای چپ خودش رو بر روی اون مینشینه که اصطلاحا بهش میگن فرش قرار میده و پای راست خودش رو قائم نگه میداره به گونه‌ای که مشاهده میکنید. هذا في جلسات الصلاه جميعا هيجلس هذه الجلسه. این در رابطه با همه نشستن هایی هست که در نماز انجام میشه. الا التشهد الاخير الصلاه الثلاثيه والرباعيه يجلس هكذا يتورق. مگر در نمازهای 3 یا 4 رکعتی که در تشهد اخیر به شکلی که مشاهده می‌فرمایید می‌نشینه که بهش تورق گفته میشه، بدین شکل که پای چپ خودش رو از زیر پای راست خودش بیرون میاره و پای راست رو قائم و ایستاده نگه می‌داره و به شکلی که مشاهده می‌کنید می‌نشینه. نعم عندما يسلم يسلم برأسه فقط. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. وقتی که سلام میده فقط با سر خودش سلام میگه، یعنی فقط سر خودش رو به سمت راست و سپس سمت چپ میگردونه و بقیه بدن خودش رو حرکت نمیده. یعنی لا يجوز ان يصنع هكذا يحرك براسه. و درست نیست که به شکلی که مشاهده میکنید سر خودش رو حرکت بده. او يضرب هكذا. یا با دستان خودش به شکلی که مشاهده میکنید بازی بکنه و حرکت کنه. یا دستان خودش رو این شکلی حرکت بده. او يسلم هكذا بمنكبيه، هذا ايضا خطا. و این هم اشتباه هست که شانه های خودش رو بچرخونه و نباید بچرخونه، بلکه فقط سر خودش رو به سمت راست و چپ حرکت میده. والله اعلم. و الله داناتر است.